سالها پیش یه داستانی شنیدم از یک خادمی شبانی، خیلی جالب بود این داستان و به دلم نشست. تعریف میکرد خود این شبان که سالها به دلایل خاص به کنفرانس‌های مختلفی میرفت. این میتونست براش تکرار بشه، چون کشوری زندگی میکرد که کنفرانس و سمینار زیاد بود و در این کنفرانس ها ایشون پیام های میشنید. وقتی بر میگشت به کلیساش، جالب بود، هرچی اونجا آموخته بود رو به اجرا در میورد و یه روز مثلا میگفت ما باید جلسات خانگی داشته باشیم، دعاهای خانگی، یا در کلیسا میگذاشت این کار رو، یا یک روز میگفت ما باید به زبانها صحبت کنیم، بار دیگه میومد میگفت نه، ثمرات مهمه، یک بار عطایا مهمه. خلاصه انقدر این اتفاقات تکرار میشد تا اینکه کادر رهبری کلیسا یک بار این برادر شبان رو فرا میخونند و میگن برادر عزیز، ما به تو امکانات لازم زندگی رو، هرچی که نیاز داری بهت میدیم، اگه ماشین میخوای، اگه خونه خوب میخوای، هر امکانی که فکر میکنی بهت کمک میکنه بهت میدیم، فقط یه خواهش داریم، تکلیف ما رو روشن کن. آخرش ما پنتیکاستی هستیم، بپتیست هستیم، باید به زبان حرف بزنیم، نباید حرف بزنیم، و خواهشن دیگه هم از این کنفرانس ها زیاد نرو. و این مرد خدا میگه من فهمیدم که چقدر تحت تأثیر هستم. منظور من افراد و تفریده. وقتی ما به یک چیزی خیلی بها میدیم و میچسبیم و از یک مورد دیگه دوری میجوییم، کلیسا رو نمیدونیم به چه حالی میخوایم ببریم. و مؤمنین، گاهی وقتا ما خادمین، باید در این زمینه خیلی مواظب باشیم که به هر باد ما شاید بچرخند. مثل ورزشکارا، شما حساب کنید یک فوتبالیست یا بسکتبالیست فقط تمرینات ورزشی کافی نیست، بگیم بدنسازی کافی نیست، باید احتیاج داشته باشه که تاکتیک هم یاد بگیره، میتونه تکنیک‌های خاص ورزشی رو یاد بگیره، میتونه نگاه بکنه، کلن یک مجموعه ایست برای یک ورزشکار فوتبالیست یا بسکتبالیست. حتی این روزا میگن اگر یک فوتبالیست مثلا با یک پا بازی میکنه، یک فوتبالیست کاملا، نه کاملا بگیم چون کمی ضعیفه، چقدر خوبه که دو پا بازی میکنه، میتونه از چپ و راستش هم استفاده کنه. حالا در زندگی روحانی ما وقتی ما به یک سمت بیشتر توجه میکنیم، مثل بدن ما یک قسمتش خیلی رشد کرده و بقیه قسمت ها همچنان ناکافی و ناقص ماندند. بنابراین خواهش من اینه که عزیزان، در هر زمینه از زندگی خودمون، برای اینکه بتونیم موفق باشیم و بتونیم مثمر ثمر باشیم، از افراد و تفریدها دوری بکنیم. بسیاری میچسبند به این که ما فقط باید به زبانها صحبت کنیم، ولی اخلاقشون، رفتارشون هیچ نشانه ای از ایمان مسیحی نداره، چون بیشتر زبانها برای اونها مهمه. در حالی که کلام خدا به ما نشون میده کسی که از روح القدس پر هست، اگر به زبانها صحبت میکنه، باید ثمره روح رو هم داشته باشه، اخلاق مسیحی که او را مس شده نشان میدهد، و همینطور عطایا روح القدس ظاهر خواهد شد. بعضی جاها میچسبند فقط به عطایا، بعضی ها میچسبند فقط به ثمرات، و زبانها هست میشه. کلن همه چیز باید در جای خودش باشه که ما بتونیم یک زندگی بسیار متعادل روحانی داشته باشیم، که مردم وقتی به من و شما نگاه میکنند، به جای اینکه نگاه کنند ایمانداران افراطی یا بسیار خاص که از ما بترسند، بچسبند با تمام دل و جان، متوجه باشند که میشه به این شخص اعتماد کرد، میشه با او زندگی کرد و کلام او رو میشه شنید، چون متعادل و متعارفه. خداوند شما رو برکت بده. مواظب این قسمت از زندگی خود باشید.